ترکیب صداها با هم دیگه کوچکترین ترکیبی که داریم هجا هست. چند تا صدا با هم طبق قواعد زبانی کنار هم قرار میگیرند و یک هجا رو میسازند. حالا ساختار هجا رو میخواییم ببینیم. حالا ساختار این هجا رو میخواییم بدونیم چیه؟ هر هجایی رو شما در نظر بگیرید، اول میتونید اون رو به دو قسمت تقسیم کنید، قسمت اول و قسمت آخر، که این قسمت آخر در واقع قافیه واژه رو تشکیل میده. حالا از فارسی مثال بزنم، ماست، راست، کاست، خواست، خواست. اگر این واژه ها را در نظر بگیرید که از یک هجا تشکیل شدند، به هجا رو دیگه خیلی راحت در همون کلاس اول ابتدایی گفتم بخشش کن، بخش میکردیم، در واقع هجاها رو داشتیم نشون میدادیم. ماست یک بخشه، یعنی یک هجا داره، و همونطور بقیه واژه ها. حالا اگه دقت بکنید، این واژه ها با هم همقافیه هستن. اگه میخواستیم شعر بنویسیم، ماست رو با راست با کاست میتونستیم همقافیه بکنیم، همقافیه هستن. اون چیزی که قافیه رو در واقع تشکیل میده قسمت دوم هجا هست، که یک واکه داره و پشت سر اون واکه یک یا چند تا همخوان هست. قسمت اول در اینجا ما هست، در اینجا ر هست، در اینجا که هست. پس این قسمت اول نیست که در همقافیه بودن این واژه ها دخالت داره، قسمت دوم هست. این قسمت اول رو میگیم آغازه هجا، آنست، اون قسمت آغازه شروع هجا. پس م آنست هست یا آغازه هست، و آست قافیه هست. در راستم ر آغازه هست، آست قافیه. پس در وهله اول این دو قسمت رو تشخیص میدیم، آغازه و قافیه. این قافیه خودش از دو قسمت تشکیل شده، یه قسمتش این واکه هست آ، و قسمت بعدیش اون صبته هست. آ مرکز ثقل هجا هست، که مرکز هجا گفته میشه، قله گفتن، که اینجا هم پیک، نیوکلیوس، هسته هم گفتن. پس هسته هجا، قله هجا، مرکز هجا که واکه هست. البته ممکنه هجاهایی پیدا کنیم که بدون واکه هستن، اون تعدادشون کمه و قاعده خاص خودشون رو دارن. واکه یا نیوکلیوس بگیم به کلی، این قله لازم هست. بدون قله، بدون هسته هجا شما نمیتونید هسته داشته باشید. و این که اینجا الان واکه ا هست، پشت سر این هسته هرچی میاد میشه دنباله یا کودا. کودا یعنی دم، حالا اینجا بگیم دنباله، یا این رو گفتیم آغازه، این رو هم بگیم پایانه. بعضی ها گفتن سایه هجا. به هر حال قسمت آغازین آنست، پیک، و
کودا داریم در حجاب. در انگلیسی کوچکترین هجایی که میتونیم داشته باشیم از یک واکه تشکیل شده، یه واو مثل آ، مثل او، منتها اینها رو میتونید به صورت یک واژه بنویسید. این یک هجا هست، آر اور. اگر اینها رو ترانسکرایب بکنید، آوانگاری بکنید، فقط یک واکه، یک واو می نویسید. این یک واکه یک هجا ساخته که اون هجا هم یک واژه رو ساخته. واژه‌ای داریم تک هجایی و اون هجا فقط یک هجایی، واژه تک هجایی که اون هجا فقط از یک واکه تشکیل شده. خب در فارسی این امکان نیست. فارسی ما هجاهامون همراه با آنست هست، اتمن آغازه داریم بعد واکه، ولی انگلیسی میتونه آغازه اختیاری داشته باشه، میتونه پایانه اختیاری هم داشته باشه، یا آغازه هست یا نیست، کودا یا هست یا نیست، ولی این نیوکلیوس حتما هست. اگر شما هجایی داشته باشید که کودا دنباله یا پایانه نداشته باشه، یعنی ختم بشه به واکه مثل پا، این هجا رو میگیم open syllable، هجای باز. پس هجای باز هجایی است که به واکه ختم شده، بعد از واکه ما همخوانی نداریم. اگر همخوان داشته باشیم اون موقع هجا رو هجای بسته میگیم. مثلا با رو گفتیم هجای باز هست، با هجای باز، ولی بار هجای بسته. میرسیم به consonant clusters یا خوشه های همخوان. وقتی چند تا همخوان، چند تا consonant کنار هم قرار بگیرن و بین اینها ما واکه‌ای نداشته باشیم، این رو میگیم یک خوشه همخوانی. همخوانها با هم جمع شدن یک خوشه تشکیل دادن و این تشکیل خوشه قواعد خاص خودش رو داره. هر زبانی برای خودش قواعدی داره. مثلا در اون واژه splashed شما دیدید که اول واژه ما خوشه داریم، یعنی سپ ل، این ستا با هم سپ، قسمت اول یا آنست یا آغازه رو تشکیل دادن. در فارسی خوشه همخوان در اول هجا ظاهر نمیشه، امکان نداره شما هجایی پیدا کنید در فارسی که با خوشه شروع شده باشه. اگر واژه هایی را هم مثلا از زبان های دیگه، انگلیسی اینا میگیریم که دارای خوشه آغازین هستند، ما اونها رو تغییر میدیم، اون خوشه رو به صورت خوشه تلفظ نمی کنیم. مثلا start در انگلیسی ست خوشه هست، ما اون رو در فارسی میگیم start، start، و خوشه رو در واقع بر می داریم. خب خوشه ها طبق قواعد خاصی ساخته میشن، ترکیب هجاها. حالا تو این کتاب دیگه بیشتر از این نگفته، من هم زیاد دیگه طولانیش نمی کنم مطلب رو.
میاییم به قسمت co-articulation effects. co-articulation effects همتولیدی، تأثیرات همتولیدی، یعنی وقتی ما آواها رو تولید می کنیم در گفتار، ما این صداها مثل زنجیر که می گیم زنجیره گفتار، صداها زنجیروار به هم وصل هستن، پشت سر هم دارن تولید می شن و در این تولید پشت سر هم روی تلفظ همدیگه اثر می زارند و این همتولیدی تأثیراتی نشون میده. اینا رو تحت عنوان co-articulation effects بررسی میکنیم. یکی از اون موارد assimilation هست. در فارسی میگیم همگونی. صداها همگون میشن، شبیه هم میشن. حالا در assimilation همین ریشه simil، در similar هم داریم که صداها شبیه به هم میشن، یک صدایی شبیه صدای کناریش میشه. یکی از اون اسیمیلیشن ها رو اینجا بیان کرده و قاعدش رو گفته. ببین این شیوه نوشتن قاعده رو در نظر بگیرید. یک صدایی هست که تحت تأثیر صدای دیگه تغییر کرده، این میشه اسیمیلیشن، همگونی. حالا یه موردش این هست، صدا خودش واکدار هست، voiced هست، این رو اول می نویسیم، اون صدایی که داره تغییر میکنه. داخل پرانتز حالت تغییر یافته رو نشون میدیم با این علامت پیکان، یعنی یک آوای واکدار تبدیل میشه به یک آوای بیواک. واکدار بیواک میشه در کجا؟ در کجاش رو بعد از این سلش جاش رو نشون میدیم. جاش اینجاست، این جای خالی که هست. در اینجا اگر این صدای ویست قرار بگیره و پشت سرش ویسلس بیاد، و خلاصه این قاعده اینه، شما یک صدای واکدار دارید که بلا فاصله صدای بیواک اومده، این صدای واکدار میشه بیواک. این حالت طبیعی اندام گفتاری اینه. شما خیلی سریع نمیتونید تاراواها رو مرتعش کنید و بلا فاصله این ارتعاش رو قطع بکنید. خیلی وقتا هست این ارتعاش نیست، ما یک صدای بیواک داریم تولید میکنیم و این بیواکی ادامه پیدا میکنه، بعدی رو هم بیواک میکنه. یا واکدار دارید، پشت سرش میخواید بیواک تلفظ کنید، برای اینکه بیواک رو تلفظ بکنید تاراواها نباید ارتعاش داشته باشن، تاراواها باید از هم باز باشن. اونه که صدای قبلی رو هم با حالت باز تاراواها تولید میکنیم و اون صدا هم بیواک میشه. مثالی که اینجا داریم، هاو و واکدار هست، پشت سرش ت میخواد بیاد که بیواکه، این و میشه ف، میگیم هفت، هفت، دیگه نمیگیم هاو ت. این همگونی. همتولیدی دیگه نیزلایزیشن هست، خیشومی شدگی. صدا تو دماغی میشه، از تو دماغ میاد بیرون هوا، و این در حالتیه که صدا خودش خیشومی نیست، ولی چون قبل از یک صدای خیشومی قرار گرفته، اون مشخصه خیشومی بودن، تو دماغی بودن رو این هم اثر میذاره، این صدا هم میشه چی؟ خیشومی شده. این رو حالا به این صورت با این قاعده داریم نشون میدیم. نان نیزل، صدای غیر خیشومی، becomes nasal، صدای غیر خیشومی تبدیل به خیشومی میشه. در کجا؟ در اینجا، وقتی که بلا فاصله
خشومی پشت سرش باشه، مثل این با پشت سرش نمیخواد بیاد، این آ هم خیشومی میشه و این علامتی که اینجا بالای آ هست خیشومی شدگیه، یعنی از تو دماغ تلفظ شده میشه بان بان، نمیگیم بان بان بان. اون آ هم حالت خیشومی به خودش میگیره. پس همگونی و خیشومی شدگی coarticulation effect. یکی دیگه هم هست illusion هست که صدا حذف میشه. در زنجیره گفتار ما بعضی وقتا صداهایی رو تلفظ نمی کنیم، نمی گیم، حذفشون می کنیم. این هم میشه چی؟ illusion. یکی از اون موارد در خوشه های همخوانی هست. خیلی وقتا ما خوشه ها رو ساده می کنیم، یعنی یه قسمتی از اون خوشه رو حذف می کنیم تا تلفظش ساده تر بشه. خب خوشه همخوانی reduced میشه، ساده میشه، در کجا؟ در اونجایی که پشت سرش همخوان باشه. شما یک خوشه همخوانی پشت سرش هم همخانه، چون یه خوشه طولانی تر میخواد بشه، خوشه اولی ساده میشه، یک عنصرش حذف میشه تا راحت تلفظ بشه. مثل must، این ست یه خوشه هست، پشت سرش همخان اومده، اون وقت سه تا همخان پشت سر هم یه خورده تلفظش سخت میشه، خوشه سنگین میشه، این ت حذف میشه، میگه must be، must be، نمیگه must be، must be. در فارسی هم شما خیلی وقتا خوشه ها رو ساده میکنید، must مثلا میشه must، دستمال میگیم تش حذف میشه، نمیگیم دست مال، دستمال. دستگیره نمیگیم دستگیره، اون ت حذف میشه و این موردی از حذف یا illusion هست. درس اینجا تموم شد. حالا سوالهای کنکور رو جواب بدیم. سال 98. The process of not pronouncing a sound segment that might be present in the deliberately careful pronunciation of a word in isolation is a phenomenon described as. این همینه که همین الان گفتیم، یه صدایی رو تلفظ نمی کنیم، حذفش می کنیم که میشه illusion. The phrase bap boy pronounced as if it were written bap boy is an instance of. اینجا صدای ب روی د تأثیر گذاشته، شبیه به خودش کرده د رو. این شبیه بودن یعنی چی؟ یعنی همگونی، یعنی assimilation. Which one of the pairs of sounds below is both liquid and alveolar? خب اینجا اولا نباید حروف بزرگ می نوشتن، با اون من کاری ندارم. سال 98 البته کاری ندارم، کارو داشتم باشه گفتم. خب در این نوع موارد ببینید، یک جایگاه تولید دارین، یک شیوه تولید. یکی از اینها رو شما در نظر بگیرید میتونید پاسخ رو پیدا بکنید. الویالا یعنی لسوی باشه. خب اینجا نگاه میکنید ف و و لبی دندانی هستند، و باز لبی دندانی اینجا تکرار شده، دو و چهار هیچ. میاییم به یک و سه. حالا که رو شما در نظر بگیرید که نرم کامی هست، پس این هم الویلا نیست. با توجه به جایگاه تولید من این ستا رو رد کردم، میمونه اولی ل و ر.
اگر با توجه به شیوه تولید در نظر بگیرید، ف سایشی هست، فریکتیو، و هم همینطور، پس این لیکوید نیست، که استاپ هست، انسدادیه، پس باز میمونه شماره یک. The permitted arrangements of sounds in a language is referred to as. این دقیقا از کتاب گرفتن، ما هم یه سلاید گذاشتیم، نوشتیم phonotactics مساوی با permitted arrangement of sounds. پس دیگه جواب رو دادم. Assimilation, nasalization and elision. ببین اینها رو ما الان بررسی کردیم تحت عنوان چی؟ Coarticulation effects. پس این هم جوابش معلومه. شما لطفا درس رو خوب نگاه بکنید، سلاید ها رو، کتاب رو هم بخونید، دوباره برگردید این سوال ها رو جواب بدید. سوال دیگه داریم؟ نه نداریم. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ تا جلسه بعد.